ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگا از اربیل همراه ما هستند. خانم مستأجر، بیشتر از شما بشنویم که وضعیت اعتراضات الان در مناطق کردنشین ایران به چه شکله و همینطور وضعیت سرکوب نیروهای امنیتی. وقتتون بخیر، خسته نباشید. بله، دیروز 20 مهر ماه پس از فراخوان برای اعتصابات سراسری در ایران و کردستان، مردم کاملا میشه گفت به طور کامل به اعتصابات پیوستن، اما از همون ساعت اولیه روز گذشته نیروهای سرکوبگر در تمامی شهرهای کردستان در میادین اصلی و فرعی، کوچه ها، خیابون ها مستقر شده بودند و بدون اینکه فردی در خیابون باشه، شهروندی در خیابون ها باشه، به سوی منازل مردم شلیک میکردند. ویدیوهایی به ما رسیده بود که به داخل منازل مسکونی در اکثر محله ها گاز اشکاور پرتاب میکردند، سنگ پرتاب میکردند نیروهای لباس شخصی و در تلاش بودن که جلوگیری بکنن با ایجاد رعب و وحشت از اعتراضاتی که شهروندان تصمیم گرفته بودن از غروب روز گذشته برپا بکنن، که با سرکوب شدیدی که در جریان بود دیدیم که در شهر کرمانشاه، ایلام، سقه، سنندج، مریوان، مهاباد، شاید فرصت نشه اسم همه شهرها رو بیاریم، اما در اکثریت شهرها اعتراضات یا میشه گفت قیام و انقلاب روز گذشته به شکل گسترده تر و منسجم تری در جریان بود. در همه شهرها معترضین و انقلابیون در محله های مختلف پراکنده شده بودند، شعارهای حمایتی از شهر سنندج برای شهر سنندج سر میدادند، شعارهای ضد حکومتی سر میدادند و متاسفانه از همون اوایل غروب شاهد بودیم که با انواع سلاح، میشه گفت سلاح‌های نیمه سنگین هم به شهروندان شلیک می‌کردند و همچنین به منازل. ما مطلع بودیم که ویدیو هم منتشر کردیم که از گاز اشکاوری که شهروندان رو دچار مسمومیت شدید و استفراغ می‌کرد استفاده می‌کردند. در جریان همین سرکوب شدید و زائد الوصف متاسفانه 4 نفر از شهروندان در سنندج، در دریج کرمانشاه و بوکان جانشون رو از دست دادن. ما تا الان تونستیم احراز هویت بکنیم این 4 نفر رو. در مقابلش این شدت سرکوب و حق قائل بودن، حق دفاع مشروع شهروندان معترض، از طرف حکومت هم نیروهای سرکوبگر چندین نفر تا الان کشته شدن در مهاباد و در کرمانشاه. خیلی کوتاه به ما از اعتصاب در شهرهای کردنشین هم بگین که از روز گذشته میدونیم ادامه داشته. بله دقیقاً، میدونید این طی 26 روز گذشته اعتصابات میشه به طور میانگین میشه گفت که در کردستان ادامه داشته. این اعتصابات در اعتراض به کشتار فجیعی هست که نیروهای سرکوبگر در کردستان به راه انداختن و امروز هم در پارلمان ایران در مجلس از نماینده های کردستان خواسته بودند که شهروندان رو تحت فشار بذارن برای بازگشایی مغازه ها و فروشگاه ها، اما خب شهروندان تصمیم گرفتن که تا این کشتار، این ایجاد رعب و وحشت و این خشونت شدیدی که در کردستان هست، همچنان دست به اعتصاب میزنن و ادامه میدن این اعتصابات رو. بسیار متشکرم از توضیحاتتون. ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگا از اربیل همراه ما بودید.